سلام میگم خدمت همه شما عزیزان امیدوارم که حالتون خوب باشه هر جا که هستید از هر نقطه این دنیا که با ما هستید امروز خوشحالم که این فرصت شد که با هم بتونیم دوباره با هم جلسه رو داشته باشیم داریم با هم دوره هشتم رو ادامه میدیم جلسه دوم هستیم از بررسی کتاب رومیان کتابی که فوق العاده مهم هستش در مسیحیت در عهد جدید و برای هر مسیحی خدا شکر برای تک تک شما دعا میکنم در همین ابتدای جلسه که خداوند کمک کنه ما رو من رو تا صحبت هایی که میشه از این فصولی که میخوایم ما هم صحبت کنیم در ادامه صحبت همون، تمام این صحبت ها باعث بنا و برکت ما بشه یک چیزی به ما اضافه بشه تا فقط حرف نزنیم تا فقط شنوندگان کلام نباشیم بلکه عمل کنندگان کلام باشیم و تمام اینها کمک کنه به ما تا بتونیم رشد کنیم به نام ایسای مسیح دعا میکنم آمین خب عزیزان اگر هفته پیش با ما بوده باشید ما یک پیش زمینه ای رو به قول معروف داشتیم از رساله رومیان خیلیاتون شاید الان جلسه اولتونه با تاخیر به ما پیوستید من تشویق میکنم که حتما توی قص... توی واتساپ به من پیام بدیم من میتونم اون قسمت صوتی قسمت اول رو براتون بفرستم که شما هم اون زمینه رو گوش بدید چون مهم هستش که بدونیم که چه بکراند و چه زمینه ای داشته این نامه نویسندش کی بوده چه زمانی بوده چه تمی و چه مضمونی داشته امروز میخوایم با هم ادامه بدیم صحبت رو در رابطه با لزوم انجیل چیزی که لزوم نجات از میکنم چیزی که خیلی خیلی مهم هستش و میبینیم که پولس در صحبتاش شروع میکنه و در رابطه با مسائل مهمی در باب نجات صحبت میکنه خب اگه اجازه بدید من برای شما طبق معمول این رو بیارم و باز کنم شما ببینید خب ما دوره هشتم هستیم لزوم نجات و این چیزها هستش که میخوایم روز راجع صحبت کنیم راجع به مضمون انجیل میخوایم صحبت کنیم که آیات یک 16 و 17 از فصل یک ازش که بسیار بسیار آیات معروفی هستن بعدش راجع به شرارت یهودیان و امتها صحبت خواهیم کرد بعد بیطرفی خدا رو در برکت و محکومیت خواهیم دید و در نهایت پارسایی خدا و ناپارسایی انسان رو با هم نگاه خواهیم کرد خب ما در بخش اول صحبت هامون در مز... مضمون انجیل یا تم انجیل که بخوایم ببینیم که تم این انجیل به چه شکل هستش ما میبینیم که آیاتی که برای ما هستش میگه زیرا پولس اینجا میگه خیلی معروف این آیات میگه زیرا از انجیل سرفکنده نیستم چرا که قدرت خداست برای نجات هر کس که ایمان آورد نخوص یهود و سپس یونانیم زیرا در انجیل آن پارسایی که از خداست به ظهور میرسد که از آغاز تا به انجام بر پایه ایمان است چنان که نوشته شده است پارسا به ایمان زیست خواهد کرد خب ببینید زمانی که پولس رو میبینیم که در ابتدای نامه خودش داره تاکید میکنه در همون هفته پیش که ما نگاه کردیم که جدا شده برای یک مأموریتی خانده شده تا انجیل رو بتونه اعلام کنه به غیر یهودیان و اینکه خیلی مشتاقه که این انجیل رو هم برسونه به روم که به همین رومیان هستن و در این آیاتی که برای تو خوندم که آیات بسیار کلیدی هستن در رومیان دلیلش رو داره میگه که میگه من هیچ شرم و حیایی هم ندارم از این کار از این که میخوام انجیل رو به شما برسونم هیچ سرفکنده نیستم چون که قدرت خداست پولس در اول قرنتیان هم شب شبیه این صحبت میکنه خیلیاتون خاطرتون هستش در اول قرنتیان فصل یک آیات 18 تا 25 که به خیلی معروفه که میگه انجیل برای حالکان خیلی مسخره است ولی برای اونهایی که دارن به سمت نجات میرن و نجات رو دارن قدرت خداست و اونجا اعلام میکنه که این انجیل حقیقتا برای اونهایی که در جهل هستن در مسیر حلاکت هستن هیچ معنی نداره اما برای کسانی که انجیل رو درک کردن و نجات رو دارن و خداوند اونها رو زنده کرده اتفاقا این انجیل قدرتمندترین چیزیه که در دست دارن ولی برای کسانیه که ایمان داشته باشن پس قدرت انجیل رو زمانی که پولس اینجا راجع به صحبت میکنه به نوعی ابزاری ابزاری که در دست خداست که هر وقت میخواد پارسایی خودش از طریق این ایمان آشکار کنه از انجیل استفاده میکنه یعنی عملا انجیل قدرتیه که خدا باید تشخیص بده که برای چه کسانی میخواد او رو آشکار کنه و این آشکار کردن انجیل از طریق ایمانه یعنی خداوند ایمان میده به اون شخص مکاشفه میده به اون شخص تا اون شخص بتونه قدرت انجیل رو درک کنه وگرنه خیلی یار میبینیم که از ما خیلی دانشمندتر هستند، خیلی فهیمتر هستند و میان و کتاب مقدس رو خیلی علمیتر از ما حتی میخونن ولی هیچ قدرتی درش پیدا نمی کنن و اتفاقا اون رو رد میکنن. ولی می بینیم که مثلا در همون عهد جدید کسانی که خیلی بی سواد بودن ماهیگیرانی بودن انجیل رو می شنون و ایمان میارن و این نشون میده که قدرت انجیل ابزار خداست حقیقتا و این قدرت در دست خداست که از طریق ایمان اون رو آشکار میکنه یعنی انجیل برای اونایی حماقته برای اونایی مسخره است که در اصل نشون میده خدا برای اون افراد پارسایی خودش آشکار نکرده. خداوند باید خودش رو به من و شما نشون بده. این رو ما بارها شنیدیم. خداوند باید خودش رو و حقیقت خودش رو برملا کنه تا اون پرده بیفته و اون موقع است که ما آشکار میشه برامون و اون موقع است که ما میتونیم ببینیم. پس برای کسانی که این مکاشفه صورت نگرفته همچنان قدرت انجیل مخفی و اساسا حماقت به نظر میاد اگر بگیم که خداوند پسر خودش رو روی صلیب فرستاده میگم چقدر این مسخره هستش کدوم خدا چنین کاری رو میکنه چرا خدا اصلا باید چنین کاری بکنه و میخندن به ما و میرن کلمه پارسایی یا عادل بودن یا پارسا شمردگی عادل شمردگی که حالا خیلی مهمه در رومیان و مفصل راجع صحبت خواهیم کرد این کلمه پارسایی خیلی بحث برانگیز بوده و در اصل یونانی خودش ریشش در دیایکو داره ببخشید دیکایو داره که این دیکایو که حالا ریشه کلمه اصلی هستش یعنی پارسا و بیگناه اعلام کردن یعنی اینکه ما یک حالت دادگاهی داره که وقتی یک نفر رو میخوان تبرعه کنن و از اون گناهش بگن که شما دیگه اعلام میکنیم که شما بی گناهی این دیکایو استفاده میشده و کلمه عادل شمردگی و پارسا شمردگی هم از همین میاد کلا این کلمه پارسایی 34 بار در عهد جدید ببخشید در خود رومیان اومده و کلمه پارسا شمردگی هم 15 بار و کلمه ای که خیلی پولس ازش در رومیان استفاده میکنه جمعا 49 بار استفاده میشه چون این کلمه در بحث پولس خیلی نقش محوری داره حالا ما از جوانه مختلف بهش خواهیم پرداخت توی این دوره آیه 17 که آیه بسیار کلیدی هستش در فصل یک که میدونیم که پروتستانیزم مثلا از همین آیه توسط مارتین لوتر شروع شد پارسایی خدا رو ربط میده به اون داستانی که در حبقوق در عهد عتیق هستش یعنی از پارسایی خدا داره صحبت میکنه و اون رو ربط میده به عهد عتیق در عهد عتیق مردم برای نجات و برای اینکه رها بشن از گناهانشون به همین پارسایی خدا چنگ میزدن یعنی ما وقتی که اسرائیل رو نگاه میکنیم وقتی که مثلا عهد عتیق رو میخونیم مثل مزمور ۱ مثل مزمور 72 و, و, و سه، میبینیم که اسرائیل و حالا اونجا نویسنده مزمور داره میگه خدا خدا یا به خاطر پارسایی خودت کار درست رو انجام بده یعنی پارسایی خدا که خیلی مهمه توی این فصل یک برای پولس اشاره داره میکنه به اینکه خدا به خاطر این پارسا بودنش به خاطر اینکه خدا چنین شخصیتی داره همیشه آماده و حاضره تا برای قوم خودش یک کار پسندیده ای رو انجام بده یعنی خدا محب بتی داره خدا شخصیت با وقاری داره خداوند پارسا هستش و این وفاداری و نیکویی فراوانش رو داره اعلام میکنه که خدا به خاطر اینکه پارساست پس میشه ازش توقع داشت که کارهای خوب برای ما بکنه ما رو ببخشه ما رو آزاد کنه به ما نیکویی بده ما رو محبت کنه اینکه انگار ما میگیم خدایا به بزرگیت ما رو ببخش اینکه داریم اعلام میکنیم خدای تو پارسایی و خوبی ما رو میخوای این واژه ها اساسا ذات خدا رو به ما نشون میدن چیزی که در عهد خدا با اسرائیل میبینیم که در عهد عتیق شناخته شده بود تمام این واژه ها یک چیز جدیدی نیستش که فقط ما در عهد جدید ببینیم میبینیم که در عهد عتیق هم اینها بوده و این تمها بارها تکرار شده حالا پولس داره میگه این پارسای خدا در عهد جدید توسط موعظه انجیل داره آشکار میشه تا باعث نجات ملت ها بشه یعنی این برای یهود صحبت شده بود پارسای خدا یک تم جدیدی نیستش ولی در عهد جدید داره توسط داستان انجیل موعظه میشه تا برای غیر یهودیان هم نجات فراهم بشه تمام این اتفاقات داره در راستای وعده خدا به ابراهیم اتفاق میفته ما خاطرمون هستش هزاران سال پیش در همون پیدایش فصل دوازده خدا شخصی رو به نام ابرام انتخاب میکنه میگه تو از این بعد ابراهیمی یعنی پدر پدر خواهی بود و از اونجا میگه از طریق این وعده به اسرائیل خدا همه امتها رو برکت خواهد داد پس این یک چیزی بوده که خداوند وعده داده بوده به ابراهیم که قراره که با اسرائیل شروع کنه و بعد بقیه امتها ها را بر, اساس همین وعده برکت بده که اشاره به نجات و برکت اون چیزی هستش که قرار در نهایت ما با خدا باشیم و با خدا زندگی کنیم چون تنها برکتی که ما میتونیم دریافت کنیم که برکت عالی باشه از خدای هستش که خدایی است پارسا خدایی که همه جوره میشه بهش اعتماد کرد برکتی که فوق العاده است و اون در اصل خودش اینه که ما خود خدا رو داشته باشیم که اون اساسا نجات محسوب میشه وفاداری خدا نسبت به این وعده نهایتا در مسیح دیده میشه یعنی وقتی خدا میگه من وعده میدم که اسرائیل رو نجات بدم و بعد از طریق اسرائیل بقیه امتها رو نجات بدم ما اوجش رو در روی صلیب میبینیم که این اوجش داره نشون میده که خدا وفادار بود به صحبتی که کرده بود خدا یادش نرفت وعدش رو و در عیسی مسیح و در انجیل و در صلیب مسیح به ارمغان میاره اون چیزی که روزی نهفته بوده به همین دلیل استش که پولس از حبقوق دو چهار داره نقل قول میکنه در آیه 17 تا تأکید کنه روی اون ایمانی که کلید تجربه نجاته یعنی پس اگر ما راجبه نجات صحبت میکنیم میگیم فقط از طریق ایمانه که نجات حاصل میشه و ایمان یک چیز خیلی مهوری و کلیدی هستش در نجات ما فقط ایمان نه اعمال نه هیچ چیز دیگری نه مذهب پولس میگه این انجیل جدید ارائه نمیشه چون که این ایمانی که کلید تجربه نجات بوده در عهد عتیق هم کلید نجات بوده و اشاره میکنه به ابراهیم اشاره میکنه به حبقوق که میگه ببینید در عهد عتیق هم خداوند فقط از طریق ایمان نجات میداد چون خیلی فکر میکنن که خداوند در عهد عتیق از طریق شریعت نجات میداد مثل اسلام میگه این کارها رو انجام بدین این سری این احکام رو حتما باید انجام بدین تا نجات پیدا کنید بعد در عهد جدید روندش رو عوض کرد یک نقشه ای رو داشت شکست خورد نقشه دوم رو ارائه داد در صورتی که میبینیم که اینطور نیست و پولس داره در رومیان این را رو به ما میگه که در عهد عتیق هم اساس نجات فقط ایمان بود یعنی اگه اساس پارسا شمردگی و این عادل شمردگی فقط ایمان هستش پس خود ابراهیم و بقیه فرزندان خدا در عهد عتیق هم توسط ایمان نجات پیدا کرده بودند و عادل محسوب شده بودند ایمان به چی؟ ایمان به همین وعده ای که روزی خداوند مسیح خودش یا ماشیه رو خواهد فرستاد ایمان به آینده ای که خداوند میاد و نجات رو برمقام میاره اون ایمان به حساب اونا گذاشته میشه عین چیزی که امروز هم برای ما هستش ما به چیزی ایمان داریم که ندیدیم به چیزی ایمان داریم که هنوز اگر بخوایم واقعا مدارک و شواهد 100 درصد بیاریم نداریم چون اساسا اگر ایمان دیده بشه دیگه ایمان ایمان نیست ایمان به چیزهای نادیده است ایمان به اطمینان از امید ماست و میبینیم که در عهد هم خیلی ها بودن که به اون امید و وعده خدا ایمان داشتن و اون ایمانشون باعث نجاتشون شده بود پس ارز کردم خدا روشش رو عوض نکرده و عادل شمردگی همیشه از طریق ایمان بوده و چون اساسا نجات غیر از ایمان اووردن به وعده خدا راه دیگه براش نبوده اگر شریعت بوده شریعت رو هیچ کسی نمیتونست انجام بده و طبق شریعت همه محکوم بودن پس هیچ کسی نمیتونه ادعا کنه که من از راه شریعت مذهب به خدا رسیدم و این هم در عهد عتیق دیده میشه هم در عهد جدید و اینجا با صدای بلند داره به امتها ها موعظه میشه نکته دوم توی صحبت ها شرارت یهودیان بود بعد از اینکه ما در قسمت اول صحبت تم انجیل و مضمون انجیل رو نگاه کردیم حالا میخوایم نگاه کنیم که در آیات 18 از فصل یک تا پنج آیه اول فصل دو میخوایم ببینیم که پولس چه چیزی داره میگه رو به یهودیان و امتها؟ که خیلی مهمه چون داره یواش یواش میسازه تا برسه به صحبتهای بعدیش و این نامه یک به شکل زنجیروار داره اون بحثی که میخواد پولس در ادامه انجام بده رو داره انجام میده که ما هفته پیشم صحبت کردیم که یازده فصل ابتدایی یک پایه ای رو داره میچینه که بعد از فصل دوازده به بعد نتیجه گیری و اون بحث کاربردی خودش رو پولس ارائه خواهد داد. در قسمت بعدی از آیه 18 فصل یک به بعد در ادبیات انبیای اهدعتیق ما خب خشم و غضب خدا رو میبینیم این خشم و غضب خدا مربوط میشده به روزی که بهش میگن روز داوری خدا اون روز آخر روزی که خداوند مجازات میکنه جهان رو روز داوری که در اشعیا فصل دو میبینیم در یوئیل فصل دو میبینیم و هست در کتاب مقدس پولس به همین موضوع در فصل دو آیه پنج و بعد در فصل پنج آیه نه رومیان هم اشاره میکنه اما تو فصل یک که اگه حالا کتاب مقدساتون جلوتون باز هستش که پیشنهاد میکنم باز باشه در فصل یک از آیات 18 تا 32 به نظر پولس از یک نوع دیگه از مجازات داره صحبت میکنه پولس میگه در راستای روز آخر در اون مجازات نهایی که خدا مردان و زنان رو مجازات میکنه میگه ولی در این راستا خدا میاد افراد رو همین الان هم به نوعی انگار مجازات میکنه چطور میگه اونها رو به حال خودشون رها میکنه تا عواقب کارهای خودشون رو در زندگی خودشون ببینن تا گرفتار عواقب گناهان خودشون بشن میگه خداوند باشون کاری نداره آیات 24, 26 و 28 رومیان یک رو آشنا هستید و این کلا ما این فصل آشنایید که خشم خداوند اومده به افرادی که خدا رو قبول ندارن و میگه خدا اونها رو رها میکنه خداوند کاری میکنه که اونها ثمره گناهان خودشون رو بچشن یعنی خدا یعنی انسان میاد خدا رو کنار میذاره خدا میگه باشه خدا هم انسان رو کنار میذاره که دو تا اتفاق میفته یک عواقب گناه انسان تقیانگر عواقب این که انسان شروع میکنه ضد خدا عمل میکنه و در گناه در همین دنیا سرش میاد یعنی اگر ما میگیم با خدا باش پادشاهی کن اگر ما میگیم که اگر با خدا باشی مقدس زندگی کنی برکاتی نصیبت میشه خب در قبالش اگر با خدا نباشی هم طبیعتا اتفاقات منفی میفته نه اینکه فکر کنیم که ما تمام اون چیزی که قرار دریافت کنیم رو در این دنیا دریافت میکنیم چون خیلی ها میگن که جهنم و بهشت همین دنیاست در صدی که اصلا چه صحبتی در مسیحیت نیست اینجا هم پولس چنین صحبتی نمیکنه پولس میگه اتفاقا اون اصلیه اون مجازات و اون روز داوری در راهه اما کسانی که خدا رو رد میکنن در این دنیا هم بله عواقب گناه خودشون بر سرشون میاد دو در روز جزا هم محکومیت ابدیشون رو دریافت خواهند کرد آیه 18 رو اگه نگاه کنید میگه خدا در برابر هر نوع شرارت و بیقداستی که وجود داره نیسته و خدا ضد این شرارته ضد بیقداستیه هر اتفاقی که حقیقت رو زیر پا بذاره خدا ضد اون هستش منظور پولس از حقیقت که خیلی مهمه در آیه 25 راجع به صحبت میکنه حقیقت درباره خداست یعنی چیزهایی که خداوند درباره خودش به عنوان حقیقت به ما نشون داده و گناه انسان اساساً حمله و تهاجم به همین حقیقت درباره خداست یعنی چیزی که برای ما آشکار شده که اشاره میکنه میگه در آفرینش خداوند آشکار کرده خودش رو که بهش میگیم مکاشفه عام در یک مکاشفه عامی خداوند میاد درختان و پرندگان و دریا و آسمان و همه این آفرینش رو در معرض نمایش میذاره برای انسان و بگه ای انسان نگاه کن تویی که نمیتونی یک برگ درخت رو از هیچی درست کنی و خلق کنی تو که نمیتونی یه پشه رو از هیچی درست کنی نگاه کن که این همه چیز که دور برات هستش اشاره داره میکنه به من اشاره میکنه به خدایی که همه اینها رو خلق کرده و آیه 20 میگه خداوند این مکاشفه عام رو داده در آفرینش خودش تا هیچ کسی بهانه ای نداشته باشه که بگه خدایی نیست چون با خیلی ما صحبت میکنیم که میگن نه کجا معلوم خدایی هست میگیم ببخشید نگاه کن دور تو آیا فکر میکنی که مثلا این انسانی که داره قدم میزنه میده خود به خود به این دنیا اومده آیا حیوانات رو شما درست کردید پس بهانه انسان نمیتونه داشته باشه صرفا با نگاه به آفرینش و انسانی که هر روز حکمت قدرت و سخاوت خدا رو داره میبینه در این آفرینش ما در زندگی داریم لمس میکنیم قدرت خدا رو تمام این اتفاقات الهی رو زندگی در ما جریان داره و این حیات ما طبیعتا از یک جای دیگه داره میاد میگه به جای اینکه در واکنش به این همه قدرت و عظمت نیکویی انسان برگرده و در بهت بیفته و ستایش کنه و خدا رو پرستش کنه میگه عده زیادی خدا رو بالکل رد میکنن و انکارش میکنن به جای ایمان و اعتماد آیه 21 به جای ایمان و اعتماد به چنین عظمتی میگه به خودشون رو میکنن و از مسیر دیگه میرن که ما خیلی از این افراد رو میبینیم و در اطرافمون حتی میبینیم و بعدش در آیه 28 اگر با من نگاه کنید میگه به همان گونه که برای آنان شناخت خدا ارزشی نداشت خدا نیز آنان را به ذهنی فرومایه واگذاشت تا مرتکب اعمال ناشایست شوند یعنی عملا خداوند داره میگه که پس حالا که اینا اینطور رفتار میکنند و خدا را از قصد و از روی عمد رد میکنن و اونو جدی نمیگیرن و بهش پشت میکنن خدا هم اونها رو به بتالت و بیفهمی خودشون رها میکنه و در آیه 21 تا 23 میگه این نوع بتالت و بیفهمی این افراد به بتپرستی ختم میشه بتپرستی یعنی همین که حقیقت خدا رو ما با هر چیز دیگه ای عوض کنیم حقیقت خدا رو عوض کنیم حالا چه هزار سال پیش باشه چه در قرن 21 باشه هر زمانی که این حقیقت جابجا جا بشه اسمش بود پرستیه هزار سال پیش یک جور دیگه بود پرستی میکردن امروز انسان طور دیگه داره بود پرستی میکنه شکلش ممکنه عوض بشه ولی ذاتش همونه حقیقت خدا تعویز میشه با دروغ و مخلوق و یک چیز خلق شده پرستش میشه به جای خالق خب خیلی از الایدانا میگن این بخش از رومیان داره فقط به شرارت خب بی خدایان صحبت میکنه داره میگه یک سری بی خدا و کافر و غیر یهودی هستند که اونها که خیلی بدن و پشت کردن به خدا چون این رو یهودیان دارن میخونن دیگه پولس یهودی داره مینویسه و در اون زمان یهود برای خودش کسی بوده که فقط فقط شریعت رو داشته و برتر میدونسته خودش ولی آیه 23 اتفاقا انگار داره پرستی اسرائیل رو منعکس میکنه چون ما در مزمور 106 آیه 20 میبینیم که اونجا هشداری داره داده میشه به خود یهودیان یه میگه جلال خود را معاوضه کردند با شمایل گاوی الفخار که حالا اشاره داره میکنه به اون گوسالهی که ساختن و اسرائیل بود پرستی که و اسرائیل در خیلی مقاطع که ما الان در بررسی احتیاطی پرداختیم که اسرائیل مثل امت ها و بت پرستان میشه خیلی جاها پس حالا آیات دیگه هم وجود داره پس پولس داره متهم میکنه یهودیان رو هم فقط برای غیر یهودیان نبوده خیلی مهمه چون در نتیجه گیری این جلسه به یک نتیجه مهمی میرسیم که اسرائیل هم در این گناهان شریک بوده به نظر میرسه پولس اصلا تمایزی قائل نمیشه تو فصل یک که این شرارت فقط برای غیر یهودیان بوده اتفاقا داره میگه هم یهود و هم غیر یهود هر دو در این حالت میتونن شریک باشن که خدا را رد کنن و خدا چیکار میکنه اونها رو رها میکنه و در نهایت خشم و غضب خدا روی اونها میاد و باید بدونن که مجازات نهایی در راهه زندانی که این افراد درش اسیرن در آیه 24 اون ناپاکی هستش اون عدم قداست هستش که اونها در این ناپاکی و عدم قداست هم و این میشه زندان خودشون که در نهایت اونها رو به هلاکت میبره که در نهایت باعث میشه که به بدنهای خودشون بیحرمتی کنن پس میشه اینطور گفت و نتیجه گرفت که تحریف حقیقت درباره خدا به تحریف حقیقت درباره ای انسان و روابط انسان ختم میشه اینه که ما میگیم انسان در بهترین شکل خودش در رابطه با خدا میتونه شناخته بشه یعنی انسان شناسی در سایه خدا شناسیه این یه نکته اینجاش هست اینجا هستش که ما میگیم اگر ما خدا به حقیقت خدا رو زیر پا بذاریم خدا رو رد کنیم با خدا رابطه درست نداشته باشیم و تحریف کنیم اون چیزی که حقیقت خدا هستش این نتیجهش این میشه که ما روابط انسانی خودمون رو از دست میدیم و حقیقت درباره خودمون و زندگی خودمون و شخصیت خودمون رو هم از دست میدیم چطور این اتفاق میفته؟ امروز داره میبینیم در گذشته میبینیم هم جنس هم جنس بازی و شرارت و شهوت انسانی که باعث بی بند و های فجی شده اینکه روابط زناشویی و کلی اتفاقات دیگه بی شده همه به خاطر رد کردن خداست همه به خاطر انکار خداست به خاطر اینکه جایگاه انسان در رابطه خودش با خدای خودش به هم ریخته و خدا این افراد رو در تاریکی دلشان رها کرده تا این اتفاقات بر سرشون بیاد آیه 26 و 27 رو اگه با من نگاه کنید میگه پس خدا ایشان را در شهوات شرماور به حال خود واگذاشت حتی زنانشان روابط طبیعی را با روابط غیر طبیعی معاوضه کردند به همین سان مردان نیز از روابط طبیعی با زنان دست کشیده در آتش شهوت نسبت به یکدیگر سوختند مرد با مرد مرتکب اعمال شرماور شده مکافات در خور انحرافشان را در خود یافتند پس میبینیم که این چیزی که امروز ما میبینیم در دنیایی که درش زندگی میکنیم و مسیحیت حتی یه بخش از مسیحیت داره محکوم میکنه هم جنسگرایی رو و این روابط نامشروع رو سرچشمهش در همین گناهان و رد خدا هستش در بی ایمانی هستش چیزی که کلام خدا داره دو هزار سال پیش به ما میگه عملا بولس داره میگه این روابط نرمال نیست این روابط طبیعی نیست اینکه خیلی ها میگن که آخه گناه دارن خب بالاخره هم جنس خودش رو دوست داره حالا چی میشه مرد با یه مرد باشه یا یک زن با یه زن باشه در قرن 21 هستیم اینا شاید خب دیگه حالا مشکلات ژنتیکی دارن که البته رد شده شاید خب تمایلشون این اینجوری دوست دارن من هم میتونم بیام بگم من هم تمایل دارم که دست کنم تو جیب شما و پول شما رو بردارم من هم تمایل دارم که بیام به خانه و کاشانه شما تجاوز کنم ما بر اساس تمایلاتمون اگر بخوایم زندگی کنیم که خب همه همون دوست داریم میکنیم پس اینکه یک تمایلی رو ما بخوایم موجه بدونیم و زمانی که میدونیم این تمایل غلطه و طبیعی نیست نمیتونه اون تمایل رو توجیه کنه مثل دزدی مثل قتل من تمایل دارم دشمنان آورم و بکشم تمایل من صرفا توجیه نمیکنه عمل من رو پس کسی هم که تمایل داره به جنس موافق این تمایل صرفا توجیه نمیکنه چون کلام خدا و خدا اون رو مثل قتل و دزدی و زنا و تجاوز و دروغ میاد و تمایلات منفی و بد اون رو میدونه پولس هم داره میگه این طبیعی نیست نرمال نیست و میگه این اشتباهه و سرچشمش همین دوری از خداست سرچشمش رد کردن خدا سرچشمش همینه که باعث میشه خدا اتفاقا خشمگین بشه و در نهایت انسان خدا رو نداره و داره عواقب گناهان خودش رو در خودش میبینه کلام خدا رابطه جنسی طبیعی و نرمال رو بین یک زن و یک مرد میدونه و اون هم در رابطه ازدواج و نه خارج از ازدواج هر چیزی غیر از این مرد با مرد زن با زن زن و مرد خارج از, از ازدواج از دید خدا طبیعی و درست نیست اینجا ناپاکی جنسی فقط مطرح نمیشه اگر آیات 28 تا 32 رو نگاه کنین پولس رد کردن خدا و پشت کردن به خدا رو دلیل اصلی میدونه در زندگی انسان یعنی صرفا ناپاکی جنسی شاید نباشه ممکنه خیلی اتفاقات دیگه بیفته ولی اینجا داره اشاره میکنه به یکی از مهمترین مسائل که احتمالا در اون زمان در روم هم کم نبوده چون اگر نگاه کنید در آیات 28 تا 32 یه لیست بلند بالا میده میگه ایشان از هر گونه نادرستی شرارت تمه خباست حسد قد جدال فریب بدخواهی شایعه سازی تهمت زدن متنفرن از خدا گستاخن متکبرن خودستایی ستایی برای انجام اعمال شریرانه راه نو ابدا میکنن نافرمانن نسبت به والدین خودشون بی فهمن بی وفان بی آتفن، بی رحمن. پس یک لیست بلندبالایی بالایی میاره در کنار این روابط نامشرو میذاره و در نهایت در آخر فصل یک میگه هرچند از حکم عادلانه خدا آگاهند که مکافات مرتکبان چنین اعمالی مرگ است نه تنها خود را نه تنها خود آنها این کارها را انجام میدهند بلکه کسانی را نیست که مرتکبان میشوند تایید میکنند پس این عده نه فقط خودشون این کار رو میکنن بقیه رو هم دارن تشویق میکنن که تشویق بیارین و این کارها رو انجام بدید و بعد در ادامه وقتی وارد فصل دوم میشیم در فصل دو یک اتفاق تکان دهنده که میفته میگه پس توی آدمی که دیگری را محکوم میکنی هر که باشی هیچ عذری نداری زیرا در هر موردی که دیگری را محکوم میکنی خیشتن را محکوم کرده که حالا چون فرصت نیست من این آیات رو دیگه نمیخونم اشاره‌ای که داره اینجا میکنه حالا میگه پس دیدید این چه اتفاقی داره برای افرادی میفته که خدا رو رد میکنن حالا رو میکنه به یهودیان و داره میگه حالا یهودیان فکر نکنه این رو این همه اینها رو گفتم برای غیر یهودیان گفتم نه اتفاقا غرور شما و ریاکاری شما باعث نشه فکر کنید که برای شما نیست اتفاقا برای شما هم هستش و چه بسا که خیلی مجازات خدا برای شما سنگینتر خواهد بود چون که شما شریعت رو داشتید چون که شما اساسا خدا رو داشتید و بعدش وارد قسمت بعدی میشیم در فصل دو آیات 6 تا 29 در فصل دو که بیطرفی خدا رو میبینیم در همین برکت و مجازات و محکومیت در این قسمت از رومیان فصل دو تمرکز پولس روی اینه که خدا تعبیز قائل نمیشه خدا بیطرفه جانبداری نمیکنه از یک ادوی قومی یعنی خدا پارتی بازی نمیکنه نه در نجات پارتی بازی میکنه نه در مجازات پارتی بازی میکنه یعنی تو بخش مثبتش میگه اگه نجات برای همه هستش که در یک شونزده دیدیم میگه از انجیل مسیح آر ندارم زیرا قدرت خداست برای نجات اول برای یهود و بعد برای غیر یهود میگه اگه برای نجات گفتیم که برای همه است هم یهود و غیر یهود تو بخش منفیش هم که مجازات هستش دوباره این رو در بر میگیره که ما باید بدونیم که اتفاقا این اتفاقاتی هم که تو فصل یک توضیح میده میگه میتونه هم برای یهود باشه هم برای غیر یهود و یهودیان حواستون رو جمع کنید و آیاتی هستش که اشاره میکنه در عهد عتیق مثل مزمور 62 امثال 24 ارمیا 17 که داره میگه به هر کس بر حسب اعمالش سزا خواهد داد خدا و نکته مهم اینجاست این نکته خیلی مهمه که بدونیم پولس نمیگه نجات از طریق اعمال خوب ما به دست میاد این اشتباه نشه که انگار پولس داره میگه پس باید شما یه کارهایی بکنید اگه کارهای بد بکنید خدا شما رو پرت میکنه بیرون میگه نجات رو ندارید پس کسانی که کارهای خوب میکنن رو خدا میپذیره اصلا پولس همچین حرفی نمیزنه و نمیگه اون حیات جاودانی و نجات ما اکتسابیه عملی که اون فرد انجام میده نشون میده که اتفاقا اون فرد ایمان داره یا نه یعنی اینطور میشه گفت در یک جمله عمل دلیل نجات نیست عمل مدرک ایمانه پس عمل انسانی باعث نجاتش نمیشه عمل انسانی داره نشون میده که این شخص یک روزی نجات و ایمان رو دریافت کرده این خیلی مهمه که حالا در ادامه حتما راجش بیشتر صحبت خواهیم کرد پس افرادی که تو آیه هفت فصل دو بهشون اشاره میشه در انجام اعمال نیکو پایدارن و میگه به خاطر همین در پی جلال و حرمت هستند پس چون اینها نجات رو داشتن طبیعتا دنبال کارهای خوب هستن و ایمان و نجاتشون سمر... سمرات خیلی نیکویی داره برمقام میاره چون حیات جاودانی نجات هدیه خداست به همین افراد و نه اینکه بشه حیات رو خرید افرادی که در آیه فصل دو بهشون اشاره شده اساسا دنبال خودشون هستند تا اون چیزی که خدا میخواد رد بشه و بیشتر خودخواهانه و در شرارت خودشون برن جلو و اونها در نهایت خشم و غضب خدا رو درو خواهند کرد همونطور که پولس در فصل ش... یک آیه 16 میگه میگه نجات برای همه است پس اینجا داره اشاره میکنه که اتفاقا ریاکاری یهود خیلی جدیه این برای ما مسیحان هم میتونه هم... امروز یک هشداری باشه چون یهود یک برتری نسبت به دیگر امتها ها داشتش که پولس داره میگه حواستون باشه چون خدا تبعیض قائل نمیشه و باید مواظب باشید چون که در نهایت این اتفاق ممکنه بیفته میگه یهودیانی که شریعت رو داشتن یه... یعنی چند تا سناریو ما اینجا داریم یهودیانی بودن که شریعت رو دارن شریعت رو به جا میارن و نجات رو دارن میگه اینها مجازات نمیشن میگه در کنار اینها یهودیانی هستن که شریعت رو دارن شریعت رو ولی به جا نمیارن که نشون دهنده اینه که نجات رو هم ندارن اونها مجازات میشن پس یهودیان دو گروه هستن یه عدهشون نجات پیدا میکنن یه عدهشون نجات پیدا نمیکنن فکر نکنن همشون اوکی هن. در همین شکل غیر یهودیانی هم هستن که هیچ وقت شریعت رو نداشتن ولی وجدان داشتن و شریعت رو انجام میدادن و نجات رو هم دارن دوباره اینها مجازات نمیشن و غیر یهودیانی هستند که خب شریعت رو نداشتن شریعت هم به جا نمیارن نجات رو هم ندارن و اونها مجازات میشن وقتی نگاه میکنیم میبینیم که پس هر دو دسته چه یهود و چه غیر یهود در این قالب میتونستن بیان و باشن و ما باید مواظب باشیم چون وسوسه برای همه هست که بیایم تکیه کنیم به اعمالمون تکیه کنیم به یک سری چیزها که خب ما داریم پس برای اینها خدا با منه پس برای اینها من برکت میگیرم برم یک سری کارها رو بکنم تا بیشتر بشه نه خداوند ما رو مجانن نجات میده در قسمت پایانی صحبتام در فصل سه آیات یک تا بیست که امروز سه یک تا بیست رو با هم تمام میکنیم و هفته بعد ادامه میدیم از فصل سه آیه بیست و یک به بعد در تا پارسایی خدا و ناپارسایی انسان صحبت میکنه چیزی که تا اینجا گفته شده به نظر اینه که میگه یهودیش برتری و غیر یهود نداره و بعد اشاره میکنه به خطنه چون اسرائیل و یهود به این ختنه که نشانه عهد بوده با ابراهیم به قولی مینازیدن و آیات 3 و 4 فصل 3 داره میگه یهودیان به خدا وفادار نبودن اما خدا به اونها وفادار موند خدا وعده داد از طریق ابراهیم که اونها رو برکت میده اسرائیل بیوفایی کرد اما خدا وفادار موند و وعده هاش رو محقق کرد و اساسا میگه بی اسرائیل باعث میشه تا وفاداری و پارسای خدا نمود پیدا کنه تو فصل سای پنج تا هشت که خب خیلی میگن که پس چه خوب شد که اسرائیل شرارت کرد تا خدا بتونه پارسایی خودش رو نشون بده یعنی خدا به خاطر انسان که میاد و یک سری اتفاقات تلخی رو رقم میزنه میاد از لابلای شرارت اسرائیل نقشه خودش رو جلو میبره پس میتونه به چه برسیم که خداوند محدود به ضعف انسان نیست یعنی اگر اسرائیل اشتباه کرد خداوند نقشش متوقف نشد اتفاقا از طریق گناه و ناعتاعتی اسرائیل خدا کارش رو جلو برد و در آیه 7 و 8 میگه که پس خیلی ها ممکنه بگن که پس با ناراستی راستی خداش کار شد پس چرا دیگه خدا ما رو محکوم میکنه اسرائیلیا میگن میگه چرا نگیم که بس بیام افسای ما بیشتر بدی کنیم اگر خدا از بدی ما استفاده کرده برای نجات که پولس در انتها میگه چنین نیست زیرا که محکومیت این افراد منصفانه است و آیات 9 را اگه نگاه کنیم 9 ده تا 17 فرصت نمیشه بخونم براتون ولی همین رو داره میگه که میگه هیچ کسی خیلی مهمه چرا اتفاقا نظر این رو براتون بخونم چون این بخش خیلی مهمه و بذار از اساسا بیارم اینجا ببینید این یکی خیلی مهمه این قسمت تمام این صحبته که میشه پولس میگه پس یهودیان چه باید گفت آیا وضع ما بهتر از دیگران است میگه به هیچ روی زیرا پیشتر ادعا وارد آوردیم که یهود و یونانی هر دو زیر سلطه گناهند کل بحثی که تا اینجا میکنه چنان که نوشته شده پارسایی نیست حتی یکی هیچ کس فهیم نیست هیچ کس جویای خدا نیست همه گمراه گشتند و با هم باطل گردیدند نیکوکاری نیست حتی یکی که حالا خیلیاتون این آیات رو میدونید میتونید ادامش رو هم بخونید پس پولس داره به خیلی واضح میگه چه یهود چه غیر یهود همه گناهکارن همه آلوده به گناه هستن یک نفر هم وجود نداره که مقدس باشه و همه ما در این گناه آلوده هستیم و تمام اینها رو میگه تا در آیات 19 و 20 فصل 3 که بحث پایانی ما هستش این رو بگه بذار هم براتون بخونم و بعد جمع کنیم با هم بعد از اینکه میگه توی یعنی تو بحثی که تا اینجا در ارائه میده میفهمونه به مخاطبین خودش که غیر یهودیان که تکلیفشون مشخصه یهودیانی هم که فکر میکنن که چقدر کارشون درست بوده اینا هم خیلی مطمئن نباشن همتون با هم گناهکارین میگه اکنون که آگاهیم که آنچه شریعت میگوید خطاب به کسانی است که زیر شریعتند یهودیان تا هر دهانی بسته شود و دنیا به تمامی در پیشگاه خدا محکوم شناخته شود یعنی داره اهداف این صحبتاش رو میگه میگه زیرا هیچ بشری با به جا آوردن اعمال شریعت در نظر خدا پارساش مرده نمیشود بلکه شریعت گناه را به ما میشناساند شن... می هدف پولس و جنبندی ما از کل این صحبت ها چیه؟ یک میگه پس بدونید که همه تون گناهکارید اگه به شریعت مینازید بدونید که اتفاقا شریعت داده شد تا دهان انسان بسته بشه شریعت داده شد تا متوجه بشید که همه تون گناهکار هستید همه یکی هم نی معصومی وجود نداره این حرفا رو ما نداریم همه گناه کردن و جلال خدا قاصر شدند انسان باید متوجه بشه که در قبال خدا مسئوله و نسبت به گناهانش پاسخگو باید باشه چه یهود چه غیر یهود چه آدم مذهبی چه آدم بی خدا انسان باید متوجه بشه که پارسایی نیست و امکان نداره همین جوری هم بشه پارسا شد با اعمال انسان باید متوجه بشه که تو وضع خیلی بدی هستش و بدونه که لازمه که نجات پیدا کنه چه کسانی که فکر میکنن مذهب رو دارن چه کسانی که فکر میکنن مذهب رو ندارن همه باید متوجه بشن که وضعشون خیلی خرابه همه باید بدونن که آلوده به گناهند و سوار قطاری به نام مرگ شدن و در نهایت میمیرن و مجازات در انتظارشون خواهد بود هر چقدر مذهبی هر چقدر کار خوب هیچ کدوم اینا برای خدا ارزش نداره چون که در نهایت ما آلوده به گناه هستیم انسان باید لزوم نجات رو متوجه بشه و بدونه که نیاز به ناجی داره که کل صحبت این هفته ما این بود لزوم نجات و تو بحثی که پولس داره از ابتدا میکنه همینه و به ترتیب میاد جلو و به این میرسه که ما هممون وضعمون خرابه و همه نیاز به نجات و نجات دهنده داریم که اگه در ادامه با ما باشید در ادامه فصل سه هفته دیگه راجع پارسا شمردگی از طریق ایران و چگونگی نجات خدا صحبت خواهیم کرد امیدوارم که صحبت ها در این جلسه مفید بوده باشه برای شما و این زنجیر دومی بود که در نهایت زنجیر به زنجیر رومیان میره جلو و شکل میگیره و در نهایت یک جنبندی رو پولس میکنه که برای همه ما بسیار بسیار مهم و جذاب خواهد بود فیض مسیح با تک تک شما باشه بله خدا نگهدار